نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که رنگ واقعی ویروس کرونا سبز نیست، بلکه بسته به اینکه رنگامیزی در زیر میکروسکوپ الکترونی با چه رنگی انجام شود، رنگ آن متفاوت است. در واقع رنگ سبز اصلاً ارتباطی به ویروس کرونا ندارد، لکن اینکه چرا از بین رنگ‌های مختلف ویروس کرونا در رنگامیزی‌های میکروسکوپ الکترونی رنگ سبز به عنوان نماد رسانه‌ای کرونا برگزیده شده است، جای سوال دارد. البته با مطالب گفته شده در خصوص بذر و میوه کروی استطاله‌دار و سبز رنگ درخت زندگی کابالا که حاصل ارتقا به سفیروت تاج یا کرونا است، شاید بتوان آن را یک کد رمز برای اشاره به این بخش از درخت زندگی کابالا در برنامه‌های ماسونی و ایلومیناتی دانست. از سوی دیگر قبلاً نیز ذکر شد که بجز مسئله ارتباط نزدیک شخصیت دفول در کارت‌های تاروت کبیر با شخص دونالد ترامپ، ستاره رگولوس نیز به عنوان ستاره طالع ترامپ مطرح بوده و موضوع ارتباط دونالد ترامپ با ستاره رگولوس یا قلب الاسد از مدت‌ها قبل مطرح بوده است. نکته مهم این که ارتباط ستاره رگولوس با کلمه کرونا در شواهد دیگری نیز قابل ردیابی است. یکی از مهمترین این ارتباطات در کسوف خورشید ملاحظه می‌گردد. در زمان کسوف کامل حلقه روشنی در اطراف خورشید ملاحظه می‌گردد که کرونا نام دارد و در کنار خورشید و کرونای منتسب به آن ستاره رگولوس یا ستاره همیشگی کسوف به چشم می‌خورد. بسیار جالب است که در لوگوی شرکت سازنده انیمیشن iPad Go 2 نیز به هر دو نماد کرونا و رگولوس اشاره شده است، به نحوی که در لوگوی هلیوفانت نقطه حرف آی کوچک به ستاره رگولوس اشاره نموده و حرف او به کرونا اشاره دارد. در واقع حرف اوی بزرگ نماد کسوف خورشید یا سول اکلیپس است که حاله درخشان و دایره‌ای تاج خورشیدی یا کرونا آف سان آن را احاطه نموده است.